نبو خجالتی هستین آقای محمدی. بینندگان عزیز ما دوست دارن چهره شما رو ببینند و ببینند که شما به عنوان یکی از جوانترین پهلوانان کشور ما به هر حال چیکار کردید که در فکر کنم اولین مسابقه پهلوانی که شرکت کردین پهلوان شد. خب ما به شما تبریک میگیم. من امیدوارم فقط مسئولان محترم، کسانی که دستن در کار هستند، این برنامه رو حتما ببینند، به خاطر اینکه ما امیدواریم پهلوانان خوبی مثل پهلوان محمدی که ابتدای کار است، جوان هست و پهلوان کشور شده، رسیدگی بیشتری بهش بشه، توجه بهش بشه تا در حقیقت میشه گفت کاری که میخواد انجام بده موفق باشه و بتونه با صلابت بیشتری ادامه بده کار خودش. خب چند وقت کشتی میگیری؟ من از سال یعنی مرداد ماه 1374 کشتی شروع کردم. بعد مربیان چه کسانی بودن؟ جا داره در اینجا از آقای محمد کبیر مربی عزیزم که خیلی زحمت برام کشیدن تشکر کنم. و یعنی ایشون هم جای پدر بودن برام، هم جای مربی. بعد مربی دیگه هم که تو باشگاه شفق هستن، آقای حسین امامی، همچنین هم مدیر خوب باشگاه شفق آقای علی کرمانی، تشکر میکنم که زحمت زیادی برام کشیدن تو باشگاه. خود کرج تمرین میکنی؟ امکاناتش خوب هست؟ نسبت به تهران خب یه مقدار ضعیف‌تر امکانات، ولی بازم شکر امکانات بد نیست. به هر حال از کرج هستند آقای محمدی و قهرمان شدن از شهرستان کرج، اون هم در میان همه مدعیانی که امکانات خوبی هم دارن به نسبت در سایر مرکز استان ها، کار بسیار بزرگ بوده که آقای محمدی انجام داده. امیدواریم که روند موفقیت هاش رو حفظ بکنه. استرس داری آقای محمدی؟ چه خبره؟ اینجا سخت‌تر صحبت کردن یا روی تشک پهلوان شدن؟ استرس مصاحبه خیلی بیشتره. چرا؟ نمیدونم والله. خب از خودت بگو، صبح چیکار می‌کنی؟ بعد از ظهر چیکار می‌کنی؟ والله فعلا چون مقدار مسابقاتم نزدیک است و اینا، هم صبح تمرین می‌کنم هم با دوستانم، هم بعد از ظهر. بعد یه مقدار تمرینم رو فشرده است. تو عید هم مثلا استراحت نکردیم. بعد چه مسابقاتی تمرین می‌کنی؟ انتخابی کم کم شروع میشه دیگه. از شهرستان خودمون بعدش مسابقه قرار می کشور انتخاب تیم ملی و اینا. این مسابقاتی که اخیراً برگزار شد شما درش جایی نداشتی؟ یعنی برای مسابقات امریکا که می‌خوام برن جام جهانی شما شرکت نکردید؟ شرکت نکردم انتخابیاشو. نمیشد مثلا ترتیب بدن که پهلوان کشورم حضور داشته باشه؟ اون دیگه نظر مربی تیم ملی، اگه خودش به صلاح بدونن کار حتما میکنن. چند سالته گفتی؟ من 21 سال. 21 سال 97 کیلوگرم. بله. خب آینده میری به وزن بالاتر دیگه انشاءالله. دیگه من خوب باشه همین 97 کیلو. چون یه مقدار مشکل چیز وزن داشتم، یعنی از 85 کیلو که بودم، چون 12 کیلو اختلاف وزن تا 97 کیلو، من یه مقدار حدود 12 کیلو بعد وزنم می آوردم بالا. بعد اینم همینجوری نمیشه آوردیم وزن بالا، یه مقدار وقت میخواد اینا. بعد مسابقاتمون هم چون همش پشت سر هم بود اینا، نمیشد دیگه یه دفعه. بخاطر همینا یه دو سالی طول کشید تو رکود بودیم تا بتونیم 97 کیلو صعود کنیم. ان شاءالله که در همین 97 کیلو موفق باشی. اولین قدمت هم این بوده که با این وزن کم تونستی بین مدعیان، همه مدعیانی که در رشته کشتی پهلوانی بودن، خب پهلوان بشی. و من واقعا تبریک بهت میگم. در این سن جوانی پهلوان کشور شدن بسیار کار مشکلی هست. کشتیگیران بسیار بزرگی در مسابقات پهلوانی شرکت میکنن، حتی از رشته های مختلف که به کشتی نزدیک باشه. حالا ما در موردش با آقای محمدی بیشتر صحبت میکنیم. من خیلی دوست دارم بدونم آقای محمدی، بینندگان عزیز، شغلش چیه، چیکار میکنه؟ یعنی فقط تمرین کشتی میکنه یا نه شغلی هم داره؟ والا هنوز فرصتی پیش نیومده. یعنی من پدر خوب دارم که هیچ وقت همچین چیزی فعلا بهم نمیده دنبال کار یه چیزی برم. پدر ایشون، از پدر آقای محمدی خواهش میکنم اجازه بدم برن دنبال کار، زندگی. به هر حال میدونم که رشته پهلوانی و اصلا کلا رشته های ورزشی میطلبه که شما با آسودگی خاطر برید روی تشک. بله آقا جان، میدونید ورزش کلا، حالا هر رشته ورزشی، یعنی کشتی مثلا من کشتی رو بگم، نه، هر رشته ورزشی باید امکانات خاص خودش رو داشته باشه، مربی خوب داشته باشه، یعنی با فکر باز ورزشکار بتونه ورزشش رو انجام بده. یعنی تو همین کرج من، چون شهرستان دیگر رو مثلا تو خودم تو کرج هستم و میگم، بله، خیلی ها هستن که مثلا اگه امکانات بیشتر واسه فراهم بشه میتونن مثلا کشتی ما رو از این رکودی که الان حاصل شده توش در بیارن. یعنی این امکانات چی هست آقای محمد؟ آجا بدنیم، میدونی الان ما کرج مثلا خیلی از باشگاه رو داریم که دوشک کشتی نداره، مثلا رویش پرزنته، در صورتی که مثلا حدود 15 سال دوشک های جدید اومده، روی های مشمایی اومده دوشک های جدید. بعد مشمایی هم یه جوری هست که
میکروب داخلش نمیره، برزن چه کثیف میشه و اینا، قابل شستشون نیستش. بعد از نظر بهداشتی، بعد وسیله بدنسازی، یعنی وسیله جدید بدنسازی اگه بیشتر بکنن فکر میکنم خیلی بهتر بشه. انشالله که توجه بکنن و بتونن تجهیز بکنن امکانات ورزشیمون رو، مسئولان محترم، تا انشالله بچه ها بتونن با راحتی فکر اونجا به تمرین بپردازن. پهلوان محمدی از پهلوانان خوب ما هست، از شهرستان کرج، و انشالله که موفق باشه. بیشتر صحبت بکنیم، همه خانواده کشتیگیر هستن؟ نه فقط من. فقط شما کشتیگیر شدید. خب البته الان به من همکار خوبم های بهاری گفتند که مواظب دستاتون باشین. البته های بهاری، های محمدی، مقدار استرس داره، شما به بزرگواری خودتون ببخشید، انشالله یه استرس تمام بشه. میخوای یه چایی بخوریم استرست کم شه؟ یه قسمت دیگه جنگ ورزش رو ببینید که اتفاقا من گفتم در برنامه‌های گذشته که به علت فرارسیدن 29 فروردین ما سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های مختلفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌کنه، برنامه‌های ورزشی است که ما قول دادیم به شما گزارش‌های تهیه بکنیم برای شما نمایش بدیم. این قسمت اختصاص داره به مسابقات کشتی، شک مصاحبه است. از شما خواهش می‌کنم قسمت رو تماشا کنید. خب این گزارش رو دیدیم، بسیار متشکریم از دوستان خوبمون در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران که واقعا زحمت میکشن، دستشون درد نکنه، خسته نباشید بهشون میگیم. از همکار خوبم بهزاد کاویانی هم تشکر میکنم که سوالات بسیار خوبی پرسید و شما رو در جریان مسابقاتی که داشت برگزار میشد قرار داد. خب برسیم به مهمان عزیز برنامه، پهلوان محمود محمدی. خب از مسابقات پهلوانی کشور در مشهد مقدس برامون صحبت کن. چه کسانی اونجا حضور داشتن؟ مدعیانی که بودن اونجا چه کسانی بودن؟ قبل از مسابقات هم فکر میکردی بری روی سکو پهلوان کشور بشی؟ والا قبل اینکه مسابقات شروع شه، یعنی من اصلا یعنی آمادگی شرکت توی مسابقات نداشتم. با اینکه آمادگی نداشتی باز پهلوان شدی؟ نه که آمادگی، یعنی من تمرین داشتم اما تا قرار نبود اصلا توی مسابقات شرکت کنم. یه دفعه چیز با تماس گرفتن با باشگاه و اینا، بعد هماهنگ کردن که بریم. بعد منم چون یه مشکل داشتم، مشکل خانوادگی اینا، نمیتونستم برم مسابقاتو. بعد خلاصه آقای کرمانی یه مقدار به من چیز کردن و گفتن که باید حتما توی مسابقه شرکت کنی. اصرار کرد بهم که شکم، گفت اگه مقامم نیاوردی زیاد مهم نیست، میری یه زیارت میکنی، و چون مشهد بود مسابقه یه زیارت میکنیم. بعد دیگه اینجوری شد ما رفتیم مسابقاتو. بعد سطح مسابقات هم بالا بود واقعا، چون من هم وزنم سبک‌تر بود، هم تجربه هم کمتر بود از بقیه. بعد مسابقات هم که خدا خواست دیگه. چی شد؟ حالا راست و حسینی آمادگی بود این که حالا به هر حال، البته این را آدم نباید منکر بشه که شاید مثلا قرعه مناسبی هم خورده، ولی این ارزش های شما کم نمی کنه. من میخوام بگم که مدعیان پهلوانی کشور حضور داشتن، مثل آقای حمید قشنگ یا سایرین، از زبان خودتون میخوام بشنویم. والا بودن ایشون، من تا مثلا که مشکلی داشتن بعد مسابقات هم که بعد یه دونه باختی هم که دادن دیگه سالن رو ترک کردن. بعد مثلا که آسیب دیده بودن و اینا دیگه نتونستن ادامه بدن مسابقات. بعد نوع تمرین برای کشتی آزاد با کشتی پهلوانی فرق میکنه؟ کشتی پهلوانی اصلا یه جور دیگه است. حالا بعضیا مثلا شاید تو فکر خودشون بچرخن دنبالشون چه جوریه. کشتی پهلوانی کشتی اصیل ایرانیه، یعنی تنها کشوری هم که یه همچین کشتی نزدیک به کشتی پهلوانی داره ترکیه است. اون تو ترکا روغن میبالن به بدنشون. بعد طرز، چون کشتی پهلوانی دیگه با دوبند نیست، یه شلوارکایی داره اینا. بعد اون چه مراسم به خصوصی هم داره. یه مراسم به خصوصی داره، یعنی اصلا یه حساب احالت ورزش در میاد یه جورایی، یعنی بیشتر همه رو، یعنی چون با بیشتر حالت روحی داره من فکر میکنم. آره، رو روحی حالت معنویش بیشتر. آدم تو مسابقه مثلا کشتی که شرکت میکنه، مسابقه کشتی آزاد و یا فرنگی مثلا، احیانا یه جوری همش به فکر کشتی تو مسابقه. ولی کشتی پهلوانی دیگه ضرب مرشد و بعد قرآن و نمیدونم اسم مولا علی و اینا که میاد، یه جوری حالت معنوی پیدا میکنه مسابقات. بعد از اون حالت ورزش اصلا در میاد مسابقات. مشهد میزبان خوبی بود؟ بله میزبان خوب بود. تا
راضی بودید همینجور جا داره که تشکر کنم از اسکول طب بدنی استان خراسان و همینطور از دکتر سجدی که ریاست فدراسیون محترم فدراسیون ورزش باستانی که مسابقات خوب برگزار کردن از نظر اسکان و غذا. انشاءالله که سالهای بعد موفق باشی. حفظ قهرمانی میگن مشکل‌تر از قهرمان شدنه، به تعبیری میتونیم بگیم حفظ پهلوانی مشکل‌تر از پهلوان شدنه. براش برنامه ریزی کردی یا نه؟ برنامه ریزی ها ما اصلا بعد مسابقه که اومدن باید. یعنی مسابقه که تمام شد چون ما هم مشهد ما برگشتیم و اینا، شنبه رو استراحت نکردم ما جمعه که رسیدیم شنبه رفتم باشگاه و از همون شنبه شروع کردم دیگه. تو عیدم که چون باشگاه باز بود بعد خلاصه دیگه تو عیدم تمرین میکردیم که تا الان در خدمت شما هست. چه چیزی ورزش پهلوانی برات مهم بود؟ راستش من اصلا کشتی پهلوانی رو اول زیاد یه اسم پهلوان واسه هم یه چیز گمنام بودش، بعد بیشتر مثلا توی این کتاب ها یا تو تلویزیون یا تو روزنامه مثلا میخوندم بعد اسم جهان پهلوان تختی میومد و اینا، مثلا من یه پیش خودم میگفتم خود پهلوان یعنی چی، مثلا از کجا آمده، از کجا گرفته شده پهلوان اسمش و اینا. بعد یه کم کم اومدم شروع کردم کشتی و اینا، بعد یه خلاصه اومدم کشتی پهلوانی هم گرفتم اینا، وارد شدم یه مقدار واسه هم روشن‌تر شده، ولی خیلی معنیش پیچیده تر از اینه که بخوای مثلا با یه بار مثلا شنیدن یا یه بار دیدن بتونی بفهمی چیه. الان ما باید شما رو پهلوان محمدی خطاب بکنیم، شما جا پای بزرگان گذاشتی آیه محمدی، پهلوان محمدی. در روش زندگی تغییری هم حاصل شده از اسفند ماه، جدی میگم این مسئله، چون پهلوان همینطور که گفتی معنای پیچیده‌ای داره، به خصوص در ذهن مردم ما که یک واژه مقدسی هست. کلن ما خیلی دوست داریم ورزشکارانی که در سطح قهرمانی هم کار میکنن اون ویژگی های پهلوانی رو هم داشته باشن. این تغییر تو خودت حس کردی؟ راستش هم مسابقه که برگشتیم یه جوری، چون یه جوری کرج یه محیط کوچیکی داره اینا، بعد همه هم دیگر میشناسن یعنی تو محیط کشتی، بعد یه مقدار وظیفه آدم سنگین‌تر میشه، مثلا موضوع خیلی از کاراش قبلا انجام میداده که مهمم نبوده بعد باشه، مثلا چون اگه من مثلا یه کاری انجام بدم که ناشایست باشه و اینا، هم خودم خراب بشم هم پهلوانایی که قبلا خیلی خوب بودن اسممون هم خراب بشه به خاطر این کار من. آفرین، ان شاءالله که سرلوحه کار شما باشه. عرق کردی آقای محمدی؟ گرمه. من عرق نکردم، نمیدونم حالا شاید نورها رو مستقیم دادن تو صورت شما. حالا من یه سوال دیگه میپرسم از شما، اونم اینه که رسم هست که در پایان کشتی های پهلوانی بازوبندی اهدا میکنند و معمولا هم رسم در کشور ما این بوده که ریاست های محترم جمهور این کار رو انجام میدادن، به علت این که اصلا طبق قانون اساسی ما رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور باید اعطای نشانها رو بکنه. این مسئله برای شما اتفاق افتاده یا قرار هست در این زمینه مراسم خاصی برگزار بشه؟ والا من چون من با فدراسیون پهلوانی اصلا بعد از مسابقه اصلا رابطه نداشتم که بدونم چه جوری و اینا، بعد قرار بود یه مراسم برگزار کنن که اونم متاسفانه خورد به عید و اینا نشد دیگه، مسابقات یه مراسم نشد برگزار بشه. بعد منم چون اولین بار مسابقه پهلوانی گرفتم زیاد در جریان اعطای بازوبند و اینا نیستم، اونا دیگه مسئولی خودشون باید ان شاء الله که آقای دکتر سجادی ریاست محترم ورزش باستانی این مهم رو انجام بدن، چون خیلی در روحیه ورزشکاران ما تاثیر میگذاره که نشان خودشون رو از اشخاصی که برای این کشور زحمت میکشن، مسئولین رده بالای این کشور دریافت بکنن، به خصوص بازوبند پهلوانی که یه بازوبند ارزشمند و یک هدیه ارزشمندی هست که انشالله سه سال متوالی، یعنی سالهای محمدی پهلوان کشور بشه، سه سال متوالی اگر بشه دیگه نامش واقعا خواهد ماند و اصطلاحا حق سفره هم خواهد گرفت از این پهلوانی خودش، که انشالله همینطور خواهد بود و من امیدوارم که این مراسم انجام بشه، ما هم اونجا حضور داشته باشیم و گزارش بگیریم و از طریق برنامه جنگ ورزش تقدیم علاقمندان به ورزش بکنیم. موافقی بازی قسمت دیگه ببینیم؟ یه مقدار من فکر میکنم باز من زیاد صحبت کردم، ببخشید. خب خواهش میکنم بینندگان عزیز و گرامی، از شما خواهش میکنم بدون هیچ گونه توضیحی قسمت بعدی رو ببینید، چون خودش اینقدر گویا هست این قسمت از برنامه ما، در شبهای گذشته برنامه جنگ ورزش هم گزارش هایی رو ازش دیدید که دیگه جای توضیحی برای من باقی نمیگذره. من خواهش میکنم پهلوان محمدی در استدیو حضور داشته باشن، در خدمتشون خواهیم بود با ادامه برنامه جنگ ورزش.
Yeah.